ساختمان جدید سفارت آمریکا در لندن در واقع یک اثر هنری مدرن در قلب یکی از محله‌های قدیمی و صنعتی لندن است که طرح ساخت آن از سال 2008 از طریق مزایده آغاز شده و از روز 16 ژانویه قرار است با 800 کارمند خدمات کنسولی خود را از سر بگیرد. گفته می‌شود این ساختمان قادر است در روز 1000 مراجع کننده را بپذیرد. ساختمانی 12 طبقه و مشرف بر رود تیمز که ساخت آن حدود 1 میلیارد دلار هزینه در بر داشته و بودجه آن تماماً با فروش چندین ملک و املاک دیگر آمریکا در لندن تأمین شده است. در ساخت این بنا ملاحظات امنیتی خاصی رعایت شده است و دور تا دور حدود 30 متر از ساختمان‌ها و آپارتمان‌های مسکونی اطراف فاصله دارد. سفیر آمریکا در بریتانیا در حال حاضر وودی جانسون است که توسط دونالد ترامپ به این سمت منصوب شده است. ترامپ is coming when he sets the date for coming. ترامپ قرار است تاریخ آمدنش را تعیین کند. او قرار است برای دیدار به دعوت دولت بریتانیا به لندن بیاید ولی هنوز تاریخ آمدنش را اعلام نکرده. به محض اینکه تاریخش مشخص شود اعلام خواهیم کرد. سفارت آمریکا در لندن زمانی در حال نقل مکان است که به تازگی به خاطر توییت آقای ترامپ و باز انتشار یک ویدئوی متعلق به یک گروه راست افراطی بریتانیا، برخی از نمایندگان پارلمان و گروه‌های مدافع حقوق بشر از دولت بریتانیا خواستند دعوت رسمی سفر آقای ترامپ را پس بگیرد. فرشته رستگار، صدای آمریکا.